حسن روحانی به وعده ای که داده بود عمل کرد ارائه گزارش عمل کرده دولت پس از صد روز او گفت نرخ تورم پایین آمده و باز هم کاهش خواهد یافت ما در حالی که در پایان ماه مرداد و شهریور تورم نقطه به نقطه ما 43 درصد بوده در پایان مهر ما تورم نقطه به نقطه ما شده 36 درصد آقای روحانی امشب باز هم گفت که خزانه خالی از دولت قبلی تحویل گرفته بود در همون ماه مرداد دولت برای پرداخت حقوق 4600 تقریبا میلیارد تومان بدهکار بود و میبایست تأمین میکرد و کل موجودی حدود 2800 میلیارد تومان بیشتر موجودی ما نبود در صد روز گذشته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی تقویت شده هر دلار آمریکا پیش از تشکیل دولت حدود 3600 تومان در بازار آزاد معامله میشد و امروز حدود 2950 تومان است کاهش قیمت ها در بازار طلا، مسکن و خودرو نیز گزارش شده. ضمن آنکه شاخص بازار بورس تهران در سه ماهه گذشته روند سعودی داشته است. بخشی از این تحولات ناشی از رویکرد تازه ای ایران در پرونده هسته‌ایش و تأثیر روانی این رویکرد بر بازار و مصرف کنندگان بوده. گرچه تأثیر روانی بر بازار قطعاً کوتاه مدت خواهد بود و تثبیت قیمت‌ها بستگی به اقدامات آتی دولت خواهد داشت. اعلام توقف طرح مسکن مهر و طرح مهرافرین به عنوان دو پروژه غیر اقتصادی و جنجال آفرین از دیگر اقدامات دولت حسن روحانی بوده. قرار بود طرح مسکن مهر تحولی در ساخت مسکن ایجاد و اجار نشین ها را دار کند. اما این طرح عملا به پروژه شکست خورده تبدیل شد که برای دولت مشکلات مالی ایجاد می کرد. طرح مهرافرین هم مربوط به استخدامهای تازه در دولت بود که در اواخر دولت محمود احمدی نژاد تصویب شده بود. صد روز پس از تشکیل دولت حسن روحانی نرخ بیکاری بنابر آمارها حدود 12 درصد است. این میزان در میان جوانان سراسر سر کشور حدود 26 درصد عنوان شده و بنابر گفته مقامات ارشد دولت وضعیت بیکاری در کشور به نقطه بحرانی رسیده است. به این ترتیب شاید بتوان گفت دولت آقای روحانی نتوانسته تغییر مثبتی در دو شاخص مهم اقتصادی ایجاد کند. آقای روحانی البته بارها در صد روز گذشته گفته که دولت او خزانه ای خالی از دولت قبلی تحویل گرفته است. دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است. که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است اقتصاد ایران در سه دهه گذشته و به ویژه هشت ساله دوره احمدی نژاد گرفتار معضلات و مشکلات ساختاری متعدد و پیچیده ای بوده گوشودن این گره ها زمان بر خواهد بود و نیازمند حل و فصل برخی از مسائل سیاسی داخلی و بین المللی ایران است از جمله پرونده مناقشه برانگیز هسته‌ای که باعث شده تحریم‌های سنگینی بر بخش‌های انرژی و بانکی کشور اعمال شود. با این حال تحریم‌ها و تنگناهای سیاسی تنها مانع پیش روی دولت حسن روحانی نخواهد بود. آقای روحانی اگر نتواند در ماه‌های آینده با برنامه‌ریزی مناسب بودجهی دقیق برای سال آینده تدوین کند، شاید اعتماد بخشی از نخبگان و رای دهندگان را از دست بدهد گزارش صدای آمریکا واشنگتن